بايون سوكيني بيسولاي بويتاختي توجيكستان منورة خون اسلاموا سنائي بيستو سيومي اكتابر با تحريريتي راديو اوزودي از عمل غير قانوني كورماندوني افزي حقوق و كوركنوني كوميته اويد با كورهوي زن با شكايات مراجعت نموده است. دختر را برای پوشیدنی حجاب به مبلغ 165 سومانی جریمه کردند. علاوه بر این را برای اطاعت نکردن به کارمندانی میلیسا یعنی با ماده 479 کدکس ماموری حقوق ویرانکونی عیبدار نمودند. با گفته یه سنه 22 اکتبر در وقت انتظار شدن نقلیات جمعیتی در یکی از ایستگاه های پایتخت نقلیات مسافرکش به نزد ایستگاه نزدیک شد که در داخل آن 6-7 نفر زن بودند. زنهای در نقلیات سوار بوده به دختر اشاره کرده گفتند او قانون ویران کننده است، او را به نقلیات سوار کنید که مثل گذشته از ما رهایی می‌یابد. پس از این آنها دختر را با زوری به نقلیات سوار کردند. به طلب دختر آید نشان دادن حجت های تصدیق کننده شخصیت آنها دغلانه پاسخ دادند که در شعبه میلیسا تقدیم میکنند. پیشتر مرا برای پوشیدن حجاب دستگیر نموده بودند. نقل نمود منوره خان با خبرنگاران. نه برادرو اخو پرایرا برای روش سطر رید رفت استاییم. باید قید نمود که قضیه مذکور آیدی دستگیر نمودنی زنهای حجاب پوش در تاجیکستان یکمین مراتبه نیست. همین طور به تحریریت خبرها در خصوصی سه حالتی دستگیر شوی زنهای حجاب پوش در چهارراهه خیابانی رودکی و در کوچه میرزا تورسونزاده نزدیکی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی معلومات دسترس گردید. ساکن شهر از طرف کارکنان کمیته اید به کارهای زن در وقت رفتن او به داروخانه برای گرفتن دارواری به فرزندی بیمارش به کوچه برآمد و او را دستگیر کردند. هرچند زن خواهش نموده است که دارواری را به فرزندی بیمارش بردنش ضرور است که عین حال با حرارت بلند بستری شده است، ولی به این نگاه نگرده او را دستگیر نموده آگاهی دادند و برای به قید قانون شکنان داخل نمودن به شعبه میلیسا بردند. دویم زن پس از یک روز در همان منزل برای پوشیدن حجاب دستگیر شد، ولی او توانسته است از روبرو شدن با کارمندان میلیسا رهایی یابد. از فرصت استفاده برده در وقت زنهای دستگیر کرده اواره شدن، زن از جای دستگیر شویش رهایی یافته است. سیوم دختر پس از دادن بیانات رهایی یافته است که یک چند روز پیش از روسیه به وطنش برگشته است. کارمند میلیسا به دختر گفته است که کارمندان میلیسا کوچه های مرکزی را با مقصد ظاهر نمودن زنهای حجاب پوش از کامیراهای نظارت کننده مانیتورینگ میکنند. باسای بیگانه در بعضی شهر نایای مملکت نیست و یک روند تشویش آور تبدیل یافته است، مخصوصا در شهر دوشنبه. تحلیلگران قید میکنند که طول سالهای اخیر موضوع پوشیدن حجاب و ستر از طرف رژیم رحمان منتظم مبالغه کرده میشود. علاوه بر این لباسی تاریخی که زنهای تاجیک میپوشیدند همچون مدنیت بیگانه به اهالی کشور تلقین کرده میشود. که درباره منع لباس بیگانه دو سال پیش فهرست با لباس های ملی برای زنهای تاجیکستان رسما قبول کرده شده است که خصوصیتی توصیوی داشت. برای سطر چیکه دیسته اون زنکو رو گب زده دیسته از بیست. صرف نظر از آن حکومت تاجیکستان برای مبارزه علیه پوشیدن لباس اسلامی همه نمودی قوه های ماموری را به مانند کمیته اید به کارهای زن، کمیته اید به کارهای جوانان، وزارت معارف، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، پراکوراتورای جنرالی، مقامات اجرایی محلی، رئیسان محله و غیره را به کار درآورد. سطر ممکن است.